یه آموزش هوش مصنوعی دیگه از تبدیل کردن متن به ویدیو، Generate Text to Video، اینجوری که با این سایت هم میتونین برای پست و استوریای اینستاتون، برای شورت ویدیو یوتیوب، یه تیزر 30 ثانیه رایگان هم هست، کاملا رایگان میتونین در حد 30 ثانیه یه تیزر خفن، حرفه‌ای و AI طوری بسازین. اسم سرویس سایت decoherence.co، لینکش رو توی دیسکریپشن میذارم، از اونجا راحت وارد بشید. یه نگاه اول به محیط وبسایت این دموهایی که از اون جنریت ویدیوها به دستتون میرسونه یه دموی ازش ببینیم به این شکل، و البته یه نگاهی هم به پرایسینگ قیمتاش بندازیم. حالت اولش که رایگان 3600 کردیت بهتون میده، 3600 سکه ارز دیجیتال توری اگه بخوایم بهش نگاه کنیم. با این 3600 تا میتونین در حد 30 ثانیه تیزر برای استوری، پست اینستا، شورت ویدیو یوتیوب، که خیلی همه اینا برای پروموت شدن موزیکاتون کمک میکنه. اگه خواستین چند دقیقه بیشتر ازش جنریت کنین و متناتون رو تبدیل به ویدیو کنین در حد 2-3 دقیقه، نسخه های پولیش که البته این سالیانه است، یعنی ماهیانه باید $7 پرداخت کنین برای 36,000 کردیت سکه که در حد 1 دقیقه میتونین جنریت کنین. مانثلی این ماهیانش هست که بیسیکش، پکیج بیسیک داره، $9 3,000 سکه، این فقط برای یک ماه هست. آنال این قسمتش ماهیانه هی باید پرداخت کنید، ولی مانثلی فقط یه بار پرداخت میکنید، و $29 در حد 5 دقیقه، $89 در حد 10 دقیقه میتونید موزیک ازش جنریت کنید، تصویر ازش جنریت کنید، موزیک ویدیو میشه گفت، موزیک ویدیو یا ویژوالایزر حتی. آره، برای همه اینا کلن همون تیزر 30 ثانیه که میخواییم ازش الان استفاده کنیم برای پروموت خیلی میتونه تاثیرگذار باشه. حالا بریم قسمت Get Started، این قسمت روش کلیک میکنین، ثبت نامش هم سریع کوچولو یه کلیک میکنین روی Continue with Google، یا اگه بار اولتون هست بازم سریع ثبت نام میکنین از طریق اکانت گوگلتون راحت ورود میکنین. حالا برای کسایی که بار اولشون هست ثبت نام میکنن، ممکنه یه لینک تاییدیه برای ایمیلشون بفرستن. معمولا سایت هایی که سریع باشون ثبت نام میکنین یه لینک تاییدیه به ایمیلتون ارسال میکنن، و این الان پروژه‌ای بود که قبلا درست کردم، یه تستی کردم ببینم چه جوریه، در حد تیزر اوکیه. و اینجا روی نیو پروژکت کلیک میکنید، فقط هم همین نسخش رایگان هست، اینا همون نسخه‌های پولیش هست، و روی همین تیزر حالت اسکوئر برای اینستا هم هست. اول اینجا نوشته که what do you want to see، چی میخواید ببینید، چی میخواید بنویسید که تبدیل بشه به اون تصویر، و خیلی چرت و پرت میتونیم بنویسیم، مثلا my green headphone sleeps with my laptop، هدفون سبز من با لپتاپ من خوابید مثلا، خیلی الکی چرت و پرت. remove from this scene، یعنی چه جزئیات، چه کاراکترهایی رو توی اون تصویری که میخوای حذف کنیم، چه کاراکترهایی رو به کار نبریم توی تصویر، و آپشنال هم هست اختیاریه. مثلا خب این چیزایی که من نوشتم یاد تکنولوژی میافتادم، یاد مثلا ممکنه یه اتاق باشه، همه اینا توی یه اتاق باشه، مثلا می‌نویسم روم، اتاق توی تصویر نباشه مثلا. و اگرم خواستین مثلا میگم جزئیات بیشتری بنویسین براش، اینجا یه کاما میزنیم، میتونیم بنویسیم قرمز مثلا، رد، چنجوری نوشتم رد، و میتونیم بنویسیم سینماتیک باشه، سینماتیک، هر چی خواستیم بنویسین در حد واژه، کیورد، کلید حرف میتونین به صورت کاما اینجا اضافه کنین. اینجا هم همینجور، مثلا یه چیز دیگه هم اینجا اضافه کنیم، مثلا رنگ براون، قهوه‌ای. و اینجا generate image، یه عکسی میتونین از این بگیرید و اون عکس رو بعد میتونیم از اون عکس الهام بگیریم که بتونیم تبدیلش کنیم به یه ویدیو در حد 30 ثانیه. اینجا داره جنریتش میکنه، یه سری نمونه عکس برامون آورد، اول تبدیلش میکنه به
عکس، بعدش از اون عکس اون هوش مصنوعی الهام میگیره، از این عکس مثلا یکیشو انتخاب کنیم، مثلا خیلی هم ساده هم است، بذار اینو ببینیم چجوریه، این چجوریه، کاش یه کمی عجیب غریب ترش کنیم، مثلا اینجا سینماتیک بنویسیم فانتزی، فانتزی هم اضافه کنیم. اگر خواستین دوباره بنویسی مثلا از این 3-4 تا عکسی که آورد به عنوان نمونه، خب یکیشو باید انتخاب کنی، از هیچ کدومشون خوشتون نیومد مثل من، میتونیم دوباره اینجا جنریت ایمیج بزنیم که عملیاتو انجام بده. و گفتم این عکس ها رو یکیشو که انتخاب میکنین از همون عکس اون هوش مصنوعی الهام میگیره، حالا بر اساس اون موزیکی هم که پشتش میذارین از اونم تأثیر میگیره و همه اینا رو تبدیل میکنه به یه تیزر 30 ثانیه‌ای. حالا اینجا چی آورد؟ این چیه؟ یک کوچولویی حالا قابل تحمل شد، ولی خب چون آموزشیه فعلا با همین یه دونه میریم جلو. حالا میتونین چیزای مختلف بنویسین که چیز، حالا من خیلی ساده نوشتم، ولش کن اینو، همینو میریم. قبل از اون افکت رو باید انتخاب کنین، روی همین افکت که کلیک کنید choose an effect، یکی از اینا رو که مثلا این pan right، همینجور pan میشه به راست، میره راست تصویر، اینجا میره چپ، اینجا tilt up، تصویرهای که generate میکنه به صورت بالا میره همینجور پایین، به همین صورت نمونه ها رو اینجا میبینید. مثلا این چرخشی، همینو میریم، همینو بریم جلو و میتونیم مشخص کنیم که سرعتش بر اساس اون تأثیری که از رو موزیک میگیرم هست، اونم تأثیر داره. میتونین دستی اینجا مشخص کنین که سرعت موزیک چجوری باشه، اون سرعت هم بهش نمیگه، اون حالت جنب و جوشش، نمیدونم یه هم چیزی، اینجا نوشته intensity، ما میبریمش رو همون moderate، رو هم حالت وسط باشه، و اینجا نوشته که sync to audio، یعنی sync باشه با موزیک، اون موزیکی که قرار اینجا استفاده کنیم. همین original میزنیم و نیو افکت، یه دونه مثل که دیگه هم میتونین اضافه کنین گویا، مثلا یه دونه دیگه هم ما اضافه کنیم move right، مثلا اینو بزنیم sync to audio. الان دوتا من اضافه کردم، ببینیم از جفتش استفاده میکنه یا یه دونش. اگه از جفتش استفاده کنه توی تصویر خب خیلی خوبه، توی 30 ثانیه. همینو بریم جلو، اینم audioمون، خب روش کلیک میکنیم اینجا و اینجا این فولدری که اینجا هست، موزیکتون رو انتخاب میکنید، تا این آپلود میشه این الان داره میچرخه. بریم ادامه مراحل، تنظیمات دیگهش، ستایل روی اینک که این فکر کنم آپلود شد، چی شد نمیدونم، خب ولی به هر حال اینجا ستایل اینم آپلود شد. آره 30 ثانیهش رو اینجا نگه داشت. قسمت ستایل روی این کلیک کنید، چند تا حالت، حالا آره حالت بهش میگن، اون حالتی که به ویدیو میده، این حالت خودشه، دیفالت خودشه به این صورت. این فوتو ریالیسم که آره این باید اشتراک بگیرید، کلن بقیهش دیگه باید اشتراک بگیرید، فقط این حالت دیفالتش رایگانه. اوکی همینو میریم جلو. روی جنریت ویدیو همین کارا رو ما انجام دادیم، جنریت ویدیو کلیک میکنیم. اینجا نوشته که جنریتینگ دیس 10 سکند ویدیو ویل کاست 53 کردیتس. البته چون من قبلا ازش استفاده کردم یه کردیتی ازش کم شده، من الان روی کانتینیو کلیک میکنم، احتمالاً 10 ثانیه برای من جنریت میکنه، ولی شما چون بار اولتون ثبت نام میکنین یه تعداد کردیتی دارین، الان من خیلی کم شده، یه تعداد کردیتی دارین میتونین در حد 30 ثانیه ازش استفاده کنین. همین 10 ثانیه رو فکر میکنم 10 ثانیه شد، آره 10 ثانیه برای من نگه داشت و ببینیم چی کار میکنه. این جنریت شد و روی این کلیک کنیم. برای دانلودش هم که اینجا روی دانلود ببینیم چی کار کرده. 10 ثانیه یه بعدی ازش در نیورد، ولی خب به اون چیزی که مینویسید، اون تکست و متنی که مینویسید خیلی تأثیر داره. و البته اشتراکی هم که اگر تهیه کنید، اگر اشتراک پولیش همونایی که بهتون گفتم اون پکیج ها رو تهیه کنید، ببینید خب استایل های دیگهش خودش خیلی خفنه، این سایکدلیک، سایبرپانک و فانتزی، مثلا اینا واقعا دیفالتش خیلی انگار آشغال در بین اونا. خلاصه این
معرفی از این سایته بود. بازم میگم این 10 ثانیه‌ای که من استفاده کردم، چون قبلا ازش، از این کردیت، این سکه که اینجا کم میشه، قبلا ازش استفاده کردم. شما بار اول که ثبت نام میکنید در حد 30 ثانیه میتونین، حتی بیشتر هم شاید بشه، در حد 30-40 ثانیه احتمالاً میتونین ازش استفاده کنین. یه سایت دیگه هم قبلا معرفی کردم برای ساخت موزیک ویدیو، اینو من خیلی دوستش دارم، یه نگاهی بهش بندازید. تا درود دیگر، بدرود.